بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری یک سلسله پروگرام‌های را به کمک بانک جهانی در نظر گرفته، مخصوصا در قدم اول ایجاد باغچه‌های خانگی برای زنان. به خاطر از اینکه ما بتانیم توسط ایجاد از این باغچه های خانگی هم اقتصاد فامیلی خود بلند ببریم و هم یک تنوع غذایی بر فامیلا به وجود بیاریم. به خاطر جلوگیری از مرگ میر مادرها و سوی تغذیه شدن اطفال، ما و شما باید ترکاری باب استفاده کنیم. خواه این ترکاری باب چون بسیار مهم می باشه، زیادتر متوجهشان باشیم که آفات و حشرات زیر کنترل کنیم. از جمله آفات که بسیار مهم است و زیاد حمله میکنه سر ترکاری های ما، مخصوصا ترکاری ها چون بسیار تازه و نازک می باشه، از او جمله یکی هم شپشک ها می باشه. و شپشک یکی از آفات بسیار عمده و مهم و بسیار مضر نباتات می باشه که تمام نباتات مورد حمله قرار می ده، مخصوصا ترکاری با قسمت های بسیار تازه و بسیار نازک زیر مورد حمله قرار می ده. به خاطر از اینکه ما بتانیم این آفات بسیار بزرگ اثر ترکاری های خود دور بسازیم، ما یک تعداد طریقه های را در نظر می گیریم. مثلا یکی از جمله طریقه های کنترل محلی می باشه. بر از اینکه ما بتانیم این را به شکل محلیش کنترل کنیم، ما یک محلول تنباکو را در نظر گرفتیم و طرز تهیه محلول تنباکو چه قسم است؟ قسمی که ما یک مقداره و که تقریبا 1.5 لیتر باشه او را میگیریم، به مقدار 100 گرم از تنباکو را که ما قبلا این را توسط از این پیمانه کردیم در این آب مندازیم و این را به مدت نیم ساعت میجوشانیم. این را برای مدت نیم ساعت ما جوش دادیم. خب این را به یاد داشته باشین شما که اگر کدام پیمانی دقیق ندارین، میتونین که 5 قوطی گوگرد، همین قوطی گوگرد خودش یک پیمانه خوب است، 5 دفعه این زمینه که اونمو آب پرتین، اونمو خودش 100 گرام میشه که میتونیم توسط از این بسیار خوب کنترل کنیم. میشه شکار چه قسم؟ یا حتما 1.5 لیتر باید نباشه، من تا وقتش بسیار مهمه که نیم ساعت ما او را جوش بدیم. وقتی که نیم ساعت بعد از این که ما شما ای را جوش دادیم، میتونیم که اناله نظر به خود وقت نمویی از همون نبات خود یا ترکاری خود مثلا در نظر میگیریم. اگر در وقت گل میباشه، چون این وقت بسیار مرحله اساس میباشه، ما شما میتونیم که کم استفاده کنیم، چون تنباکو مخرش است، کم استفاده کنیم که نبات ما متضرر نشه، خراب نشه. و یا ای که در موقعی که بسیار نبات ما نو میباشه و تازه میباشه و او را شپشک میگیره همچنان. اینا لیچه قسم است که ما از 1 لیتر که 4 گلاس میشه، الا 4 لیتر که 16 گلاس میشه، ما اینا قدر اول در نظر میگیریم. بعد از او که جوش خورد نیم ساعت بعد میتونیم دونمو مقدار ما ای را چی کنیم استفاده کنیم. و ما بعد از 100 گرام تنباکو را انداختیم، به مقدار 10 گرام پودر کالاشویی را مندازیم. اینی پیمانگک است که ما یکی از 5 گرام میشه این پودر کالاشویی را برای داخل از این ماندیم و یک دانه و این هم بار دوم از این که این شد در مجموع 10 گرام شد و این را به خاطر از این مندازیم که این لشم میشه و میتونه که خوب سعی درست به درخت ها بمی نباتات ما با ترکاری باب و این گپای ما خوب بچسبه. خب این دیگه خوب باید داشته باشین که در وقت استفاده تیار کردن از این محلول که شما این محلول را تیار میکنین، باید ماسک داشته باشین، یعنی بینیتان دهن و بینیتان بسته داشته باشین، همراه یک چپن و همراه دستکش. بخاطر از این که این یک ذره تخریش میکنه، خود تنباکو بسیار مخرش و تخریش کننده است، به خاطر از اینکه به جلدتان به صدمه و آسیب نرسه، شما باید این کار را در نظر بگیرین. و باز هم برای از اینکه بار دوم براتان تکرار کنم که شما این نظر به وقت نمویی نبات میتونین استفاده کنین. اگر احیانا در وقت گل بود که خوب به ذهنتان باشه، اگر در وقت گل بود میتونین که مثلا 4 لیتر آب برای امرای ازی استفاده کنین و این را اسپری کنین توسط بمبی دواپاشی.
اگر در صورت که در وقت میوه دهی بود یا ای که مثلا مراحل دیگه از چی بود، در وقت میتونین که یک لیتر آب پردین کتش که اما قدر غلظت ازی بالا باشه، غلظتش بالا باشه اما قدر زودتر میتونه که شپشک ها رو به صورت بسیار خوب کنترل کنه. و محلول ما تیار شد، چون آل وقت مناسب برای اسپری کردن از این نیست، یعنی برای دو پاشی از این وسیلا نیست، حال ساعت تقریبا 10:30 بجه روز است و ما وقت مناسب از این دیاقین عزیز خوب صحیح متوجه باشین که از طرف صبح وقت و یا دیگر یا عصر یا صبح وقت، بخاطر از این که در مو زمان شما خودتان میفهمین که شپشک ها تمام آفات پس دوباره سر نبات عملور میشن، برازی که ما و شما هدف ماییست که ما شپشکا را از بین ببریم. اگر کدام سوال داشته باشین من در خدمتتان میدانم. استادی محلول جون پدکتر که نگاه میکنین باز خراب نمیشه؟ این محلول است که برای دفتن ما و شما کی را تیار کردیم، گفتم که نظر به ای که اگر در ساحت باغ ما یا در باغچه خانگی ما دیدیم که شپشکا بسیار زیاد بود، بسیار از اندازه بی حد بود، ای را ماجور میکنیم که امو سات برازو باز اسپری کنیم شه. اگر یک مدت را یک چند ساعت را باقی بانه یا چطو ای خراب نمیشه، کیفیت خدا از دست نمیشه. و در ضمن ازی یک موضوع مهم بسیار بیاد داشته باشین که ای را کت ململ از یک ململ خوب صاف کنین، به خاطر ازی که همین نیزل یک تکی ململ صاف مثل گاچواری یک چیزی که است، به خاطر از اینکه نیزل بمبی دوا پاشی تانه بند نکنه و بتانه درست صفا ستره دوا پاشی شود. و در آخر پیام برای شما دهقین عزیز ای است که شما از مواد کیمیاوی هیچ وقت در ترکاری هایتان استفاده نکنین، به خاطر از اینکه ترکاری را ما زود میخوریم و مواد کیمیاوی امکان داره دو باقی بانه باعث سوء هاضمه و گپان نشه، یعنی تسمم نسازیدن. یکی در ضمن از مواد کیمیاوی براتان قیمت تمام میشه، این طریقه بسیار آسان و محلی و ارزان برای شما میبشه. در صورت که مشکلات بسیار زیاد شما روبرو شدین در این قسمت، میتونین که با یکی از متخصصین زراعت که عرضه خدمات زراعتی میکنه و یا یکی از متخصصین دیپارتمنت حفاظی نباتات به تماس شوین تا بتانه مشکل دیگه تانه حل بشه.